السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان، در خدمت شما بحثی که داریم راجع به اربعینه، چون بینندگان عزیز ما در آستانه اربعین بحث رو گوش میدن و هر سال در به مناسبت اربعین یه چیزایی رو گفتیم و امسال هم انشاءالله خدمتون مطالب. از ما خود اربعین سه تا عدد راست دوشه، منم راستشو نمیدونم. یکی عدد هفت، در عدد هفت یه رازه، آسمان ها هفتاست، عدد هفته هفتاست، طواف دور کعبه هفتاست، سعی صفا مروه هفتاست، سنگی که حاجی ها به جای شیطون میزنن هفتاست، در سجده هفت جای ما باید به خاک بسده، پیشونی، دو تا دست، دو تا زانو، دو شست پا، دو شست و دو زانو، دو کف دست، شش تا پیشونی هفت. یه هفت چی توشه؟ نمیدونم. یکی عدد هفتاد، هفتاد هم یه رازی توشه، اونم نمیدونم. مثلا میگم به هفتاد تو هفتاد مرتبه استغفر الله بگو، به پیغمبر میگه اگر هفتاد بارم استغفار کنی من اینا رو نمیبخشم. یه هفتاد چی چیه؟ خیلی جا هفتاد معیاره و از هر دو مهمتر اربعینه. یه عدد چهل چیه؟ دوران حاملگی که انسان اول به صورت نطفه و علقه و مزه میشه، چه روز چه روزه نمیدونم. از هر هم طرف 40 تا خونه همسایه است. همسایه شما کیه؟ از هر طرف تا 40 تا خونه همسایه. اگر به 40 نفر دعا کنی دعای خودت هم مستجاب میشه. اگر 40 تا حدیث حفظ کنی و عمل کنی مثلا جز فقها محشور میشه. خیلی ها کتاب 40 حدیث نمیشن و من اینجا یه دوستتشو بگیم. مثلا کسی اگر غیبت یک مرد یا زن مسلمانی رو بکنه تا 40 روز نمازش قبول نیست. اگر با یک نفر 40 قدم همسفر شدید این حق به هم پیدا میکنید. پیغمبر سر جنازه مادر امیرالمومنین فاطمه بنت اسد 40 تا تکبیر گفت. کسی که قسم دروغ بخوره تا 40 روز منتظر قهر خدا باشه. اگر 40 نفر سر قبر گفتن خدایا ایشون آدم خوبی بود، ولی خدا میدونه که این چه مجرمه و چقدر جرم داره، ولی چون 40 تا مؤمن گفتن آدم خوبی بود، خدا به خاطر احترام این 40 تا مؤمن میبخشدش. اینا عددهای 40ه که عرض کنم بودو جناب عالی که کسی که شراب بخوره تا 40 روز باز عرض کنم بودوشون که عملش قبول نمیشه. کسی که 40 روز همه کاراش خالص باشه، من اخلص لله 40 یوما، کسی که 40 روز همه کارش خالص باشه، هیچ قصد غیر خدا درش نشه، خداوند چشمه حکمت را از قلبش به زبانش جاری کنه. دیگه همه حرفاش حرفای پخته و حکیمانه میشه. یعنی دانشگاهی که 40 روز فارغ التحصیل میده بیرون. هر کس 40 روز همه کارش درست باشه، پا شدنش برای خدا، نشستنش برای خدا، سعی کنه هیچ کاری برای غیر خدا نکنه، این خداوند او را حکیم قرار میده. حکمت غیر علمه، حکمت یعنی بینش، یعنی یه دیدی داره که حق و باطل رو میفهمه، ولی ممکنه سواد خوندن نوشتنم نشه، اما نگاه میکنه میفهمه حق با کیه. خب عرض کنم به حضور شما که این
مسئله زیارت اربعین هم روز اربعین، این هم لقمه حرام مثلا کسی بخوره چی؟ باز بره چرده. خلاصه کلمه اربعین رو شما از اینا که الان کامپیوتر دارن، اربعین، زیارت اربعین، زیارت امام حسین علامت مؤمنه. حال معنیش اینه که اگر کسی نرود مؤمن نیست. این پایگاهی بوده و زیارت اربعین شلوغترین ایام میشه، عرفه و اربعین در کربلا. زیارت مخصوصی هم داره. من فوتوکپی زیارت نامه گرفتم، اشکال داره پا تلویزیون من زیارت نامه خون شما باشم. هر کسی تو خونش نشسته 4 دقیقه از همین تو خونه سلام بدیم، من میخونم شما با ما بخونیم. حالا ما بعد از چند سال افتخار کنیم در آستانه اربعین زیارت نامه خون زواره مصطفی باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک صفیک و ابن صفیک الفائز به کرامتک اکرمته به شهاده و اجتبیته به طیب الولاده و جعلته سیدن من الساده من الساده و قائدا من القاده و اعطیته مباریث الانبیاء و جعلته حجتا على خلقك به امام حسین تو زیارت نامه این جمله میگیم، میگیم و بذل مهجته فی کل یستنقض عبادك من حیرت الجهاله. حسین جون خدای امام حسین خونشو داد تا مردم فهم پیدا کنن. این خودش پیام داره، یعنی خون معلمه. گاهی وقت خون که ریخته شد دادم فهم حق با کیه باطل کیه، تو گفتگوها سردر نمیاره، تو خون. امام حسین خونشو بخشید تا مردم بفهمن بنی امیه کیست، اهل بیت کیه. تمام جنایت ها در بنی امیه جمع میشه و تمام کمال ها در کربلا در امام حسین اصحابش جمع میشه. خب چرا امام حسین کشتن؟ میگه که وقت توازر علیه من غرت و دنیا، گول دنیا رو خوردن، میخواد حکومت ری، میخواد حکومت ری بگیره، میاد امام حسین میکشه برای که فرموندار ری بشه، استاندار بشه. الان هم تو هستن افرادی هستن تو انتخابات رئیس جمهوری، نماینده مجلس، شورای شهر، دروغ میگه، آخرت خودشو میفروشه که یه نفر بره مجلس یا یه نفر رئیس بشه. امام حسین تو زیارت داریم که با عهزه بالارض للادنا، اونا که امام حسین کشتن بزرگترین جنایت کردن به خاطر که به دنیا برسن. حالا خلاصش کنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا یک امنیت کامل بر همه بلاد اسلامی، به خصوص یک امنیت کامل بر عراق، کربلا، نجف، سامره، کاظمین، بر همه عراق به خصوص این شهرها یک امنیت کامل مقدر بفرما تا تمام علاقمندان بدون دغدغه و دلهره زیارت با معرفت در امنیت کامل که ذخیره قیامتشون بشه نصیب تک تکشون بفرمایید. خب این من اخلص اربعین این چه؟ کسی که 40 روز کاراش خالص باشه خدا او را حکیم قرار میده. اخلاص خیلی سخته، گاهی اخلاص در یه لحظه پیدا میشه اما یه مدتی که میگذره اخلاص از بین میره. مثلا اول میگم میرم جبهه، اون روزی که بخواست بره جبهه اصلا تو فکر درجه نبود که سرگرد میشه یا استوار یا سروان یا سرهنگ، اولش خالص بود. بعدن که میاد یه مدتی میگذره چونه میزنه که من با سرهنگ باشم سرگردم کردی، بعدن چونه میزنه. اول که آدم طلبه میشه میخواد با اسلام آشنا بشه، میگه برم درس عربی بخونم با قرآن و روایات آشنا بشم. بعد که وارد میشه
میبینی که اطلاعاتش بر علوم دیگری بیش از قرآن حدیث شد. یا بعدم مثلا یه توقعات پیدا میشه. اخلاص هم پیدایشش مشکله، هم اونا که مخلصن ادامه اخلاص کاره سختیه. یکی از مراجع تقلید آیت الله عظما مرحوم آست عبدالهادی شیرازی با آیت الله مدنی، آیت الله مدنی شهید مهراب، گفته با آقا اخلاص گیر نمیاد. ایشون گفته بود اگرم گیر بیاد حفظش مشکل، مثل ماهی لیز میشه، اول آدم بره خداست. میگم مثلا بریم عیادت فلان مریض، بره خدا میره عیادت، بعد تو مهمونی به او شربت نه بینه میدم، مثلا مردم ادب سرشون نمیشه، اول بره خدا رفت عیادت سر یه شربت، اول بره خدا میاد روزه، بعد میگن آقا غذاتمون شد شام نیه، معلوم نی قابل ما رو کجا بردن، خودشو خوردن، به ما که رسیدن گفتن شام نیه. یعنی بعد میبینی چونه میزنه. اخلاص گیر نمیاد، وقتی هم گیر اومد زود از بین میره. من یه خاطره تلخی دارم، نمیدونم گفتم براتون یا نه، بدید بگم که شما چشمتون باشه. یه بار مهدیه تهران یه مارمزون از ما دعوت کرد که بعد از افطار سخنرانی کنیم. منم گفتم به شرط اینم که پول نگیرم، بذار مهدیه خونه امام زمانه، ما یه مارمزون پول نگیریم. خب بحث معادی کردیم، اونو جمعیت هم خیلی زیاد بود و مارمزون رو روز آخر هم در مهدیه رو بوسیدیم، گفتیم این خالص باشد، فقط خالص خالص باشد. یه چند ماهی گذشت، ما گفتیم حالا ما گفتیم پول نمیخوایم، اینا تلفن هم نگیدن تشکر کنه. بعد معلوم شد که بندگون خدا تلفن کردن، من تو خونه نبودم، فهمیدیم اخلاص نیست، چون مخلص نه که نه پول بخواد نه تشکر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزاء میخوایم نه شکور، شکون تشکر، این اخلاصه. اخلاص نیست، نه جزاء میخوایم نه شکور. وقت اگر نیت خالص باشه، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یه دعا میکنم هر که پا تلویزیون هست و شماها یه آمین بگید. آمینم عربیه، یعنی خدای این دعا رو مستجاب کن. خدای به آبروی امام حسین و اصحابش و به آبروی زینب کبرا و باقی اسرا و به آبروی همه آبرومندان در ظاهر تا حالا هر چی بوده گذشته، از الان تا ابد همه ما رو از مخلصین قرار بده. کار نداشتیم که ایشون دیدن ما آمد یا نیامد. نه ایشون وقتی میخواست بره مسافرت با من خداحافظی نکرده، منم نمیرم دیدنش. بابا معامله نکن، برو دیدنش، حالا بالا با تو خداحافظی نکرده. سوغاتی برای من نیوازه که سوغاتی براش ببرم. بابا تو سوغاتی داری بش بده، چه کار داری که او باید به من سلام کنه، من لیسانس هم او فوق دیپلم. ای بابا سلام کن، خدا به بنده سلام میکنه، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، خدا به مخلوق سلام میکنه، تو به خاطر دو تا کتاب سلام نمیکنی، من پدر بزرگم، او باید بیاد دیدن من. حالا تو برو میگه پیغمبر نرفت عیادت بچه کوچولوها وقتی مریض شده بودن. ما یه خورده باید خودمون رو خالی کنیم از این قفلایی که به پا مو زده. ما هممون که نمیگم، خیلی از ما گیریم. من بارها این مسئله برای خودم زدم، من خودم هم گیرم، یعنی دارم میرم مسجد، اگر امامم به شاخه درخت بند شد افتاد تو جوب آب میمونم چه کنم؟ زشته، بیامامه که زشته. الو مسجد، یک حادثه رخ داده، امشب نماز تعطیله. حادثه چیه؟ نیم کیلو پنبه افتاد تو جوب، من به خاطر نیم کیلو پنبه نماز جماعت رو از دست میدم. ببین گیریم، یکی گیر امامه، یکی گیر مدرکه، یکی گیر پوله، یکی گیره گیریم. حالا یه بحثیست که تو یه جلسه چون تمام نمیشه، من بخششو میخوام بگم اینجا، چون هفته دیگه، یعنی هفته بعد از اربعینم
این بحث ادامه خواهد داشت. یه بحث خانوادگی راجع به پیغمبر، چون نکات زیادی بود توی یه جلسه نمیشه، ما بخششو در دیگه میگیم. قرآن گاهی وقتا یک مسئله ساده ولی خیلی نکته توشه، خیلی نکته توشه. در جزء 28 قرآن که 30 جزئه، جزء 28 سوره داریم به نام سوره تحریم. سوره تحریم هم ماجرا به این صورته، یکی از همسرای پیغمبر یه تقاضای از پیغمبر کرد که مثلا فرض کنید مثل که گاهی وقتا یه زن به شوهرش میگه مثلا سیر نخور، پیاز نخور، خب یا مثلا میگه خونه کی برو خونه کی نرو، یه دستوری خانم میده. پیغمبرم برای که دل این خانمو به دست بیاره گفت باشه، قسم خورد که من این کارو نمیکنم. آیه نازل شد، چرا این کاری کردی؟ سوره تحریم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لم تحرم، پیغمبر چرا حرام کردی؟ ما از یه نکته میخوام بگم، از این معلومه قرآن کتاب آسمانیه. چرا؟ چون اگر آدم اگر قرآن ساخته پیغمبر بود، اگر قرآن از خدا نبود ساخته پیغمبر بود، آدم توی کتابی که در طول تاریخ کتاب بین المللی میشه، به زبان‌های دنیا ترجمه میشه، خودش توبیخ نمیکنه. کسی که خودش رو توبیخ میکنه، پیداست این خدا پیغمبر رو توبیخ میکنه، چرا حرام کردی؟ آدم توی کتابی که خودش مینویسه خودش رو توبیخ نمیکنه. اصلا از این همین لمت ها، یا جای دیگه میگه لمه از انت، چرا به اونها اجازه مرخصی دادی؟ اومدن اجازه بگیرن تو جبهه مرخصی، پیغمبر اجازه داد، چرا اجازه شو دادی؟ از این که گای خدا به پیغمبر تشر میزنه، چرا همچی کردی؟ با اینکه پیغمبر معصومه. از این تشرها معلوم میشه قرآن نوشته پیغمبر، بگید آدم تو کتاب خودش به خودش تشر نمیزنه. حالا یه روز پیغمبر ها مشکلات داخلی داشتن. آخه بعضی ها میگن حاج آقای خانواده ما چنینه، همه خونه هم تو هست. یکی مکه به من رسید، گفت آقای غریبی، گفتم بله چیه؟ گفت گم شدم. گفتم خوشو به حاله. گفت چرا؟ گفتم تو تنهای گم شدی، من با کاروان همه با هم گم شدیم. یه خندید، گفت خب چی؟ گاهی وقتی آدم اینه پیغمبرام تو خونه یه مشکلاتی داشتن. همین که انسان بفهمه دیگران هم چه مشکلات داشتن، مشکل براش آسون میگه. اسم صبر کن، کما صبر اولو العزم من رسول، باقی انبیا مشکل داشتن صبر کردن، تو هم صبر کن. پیغمبر اسلام یه رازی داشت، به یکی از خانماش گفت این رازه رو به کسی نگو. گفت باشه چشم، رازداری بله، بدی رازه رو رفت گفت. خدا به پیغمبر وحی کرد که خانم راز را لو داد. پیغمبر خانم رو گفت، میگه به تو نگفتم؟ نگو. چرا گفتی؟ این آیه که در سوره تحریمه، از این معلوم میشه که تمام، یعنی معلوم میشه پیغمبرها تحت تربیت خدا هستن. یعنی اگر یه چیزی رو حلال رو حرام کنن، فوری خدا گوششون مالونه. نگی آقا فلانی تمام حلال ها رو حرام کرده یا تمام حرام ها رو حلال کرده، خداش کنه اونا دیگه گذاشتن بره روز آخر، خدا به اونا کار نداره. یه افراد خاصی رو خدا گوشمالشون میده. یه مسئله، یه وقتی من تو تلویزیون زدم یا جای دیگه، این مسئله رو گوش بدید، مسئله خوبیه، حلال مشکلاته، به خصوص اگر طلبه یا معلم پا تلویزیون هست یا پدر، اینو زیادی گوش بده. میگن شما آخوندا به ما میگید اگر زکات ندید بارون نمیاد. کشور کانادا اصلا مسلمونی اصلا زکات هم نده، صبح تو شما بارون میاد. یا اگر ظلم کنی سیدی میخوری، فلانی کاری ظلم کرده نه تا حالا هیچ سیدی نخورده. اینا چه بش کنیم؟ به دختر و پسرم چه جوری اینو بگیم؟ یا سری کلاس تو دانشگاه یا تو حوزه و تو جامعه و منبر. مسئله که من دارم اینه، میگم شما چای میخوری، وسط چای خوردن عطسه میکنی، تا میری عطسه کنی دستت تکون میخوره،
از این نلوی کی استیکان چای سه قطره سه جا میچکه، یکی میچکه به عینه که، یکی میچکه به لباس دیدی که میچکه رو فرش. خود شما سه تا برخورد بکنید. اگر به عینه که چکید سریعا دستمال کاغذی در میاری پاک میکنه، چون عینک بلوره زود پاکش میکنه. اگر به لباس چکید میگی خب میریم خونه، با دست و مش یا با ماشین لباسش میشه. اگر به فرش شکید میگه دیگه تو رو جبت کنم، میگه باشه شبه عید، شبه عید که قالیار میشوریم باشه بعد، منتها هرچی باشه بعد سختره. اگر فوری باشه دستمال کاغذی، اگر بعد باشه مجتمع، اگر قالی شد دست بید، چون قالی رو با لگد و دست بید میشونم. یعنی هرچی به قیامت بیفته خطرش با هم بگید بیشتره. ستام آیه داریم، هم دستمال کاغذی هم مشتمال هم دستبیل، ستاش تو قرآن هست. اما آیه دستمال کاغذی اینه، میگه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، شما چون ایمان دارید خلافی کردید چوب میخورید، یعنی مؤمنید بلوری هستید خوبید، خدا زود حالتونو میگیره. کسی که نمراش همه 20ه، اگر یه بار نمره 15 گرفت دبیر میگه ببینم تو که همراه نمرات 20 بود چرا 15 شد. ولوکس که هر رو نمره صفر میگیره اونم صفر قد در قوری، این دیگه توبیخ نداره، یه از اول تا آخر صفره. اگر یه لک به عمام سفید شد من فوری میشونم، اما اگر پیرن سیاه من لک دار شد که دیگه نمیشونم، که سیاهی رو سفیدی پیداست. خوبا رو خدا حالش میگه، تو چون خوبی زکات ندی بارون نمیاد، چون خوبی چل تو گوسفند یکیش زکاته، ندی گوسفندات آسیب میبینه. آدمای مؤمن و خدا مثل شیشه بشو برخوام کنن، شیشه عینک، یعنی خلاف کنن فوری خدا مچشون میگیره. آدمای فاسق و میذاره بره بعد، قرآن یه آیه داریم بره بعد، آیه خوبایی بود، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، یا یه قرآن بود مال خوبا. آیه بعدای نه جعلنا لمهلکهم موعدا، یعنی عجله نکن بره هلاکیشون وعده گذاشتیم، بذار جاویدا بگن سال 57 هم میگن مرگ بشو. هنه گو آقا شاه که همه جنایت میکنه پس چرا اقدر خوشه؟ با صبر کن بگذار مبارک جنایت بکنه، بعد میگیرنش تو قفسش هم میکنن مثل گربه. جعلنا لمهلکه مبود، اینم جعلنا لمهلکه مال آیه دیگه. یه آیه دیگه هم داریم میگه اصلا تو دنیا کارشون نداریم مثل صدام، تا پا اعدام هم نگم کنیم هیچ، نه تو قفس میده هیچ. قرآن میگه انما نملی لهم، اینم آیه قرآنی که میخونم، اصلا تو دنیا کاشونه دید گشتیم برای آخر سال با دست بیل. پس سوال، شما که میگی اگر خلاف کنید خدا حالتونو میگیره، پس چرا خلافکارا رو خدا حالشون نمیگیره؟ جواب، خلافکارای خوب را فوری حالشون میگیره، خلافکارای بد را مدت تعیین میکنه، خلافکارای بد را میذاره برای قیامت. سه تا داریم، خوب و حال فوری حالش میگیره، فبما کسبت ایدیکم، بعدا را جعلنا لملک موعدا، آخر سال میذاریم انما نبلی لهم، بر قیامت میذاریم. مسئله که از این آیه استفاده میشه اینه که در اسلام بنبست نداره. پیغمبر قسم خورده به خاطر رضای خانم فلان کارو بکنه یا نکنه، حالا خدا میگه که کفاره بده قسمتو بشکن، حکم خدا از قسم شما مهمتره. معلوم میشه زن باید رازدار باشه تا همسرش بتونه اسرارشو بهش بگه. زن باید رازدار باشه شوهرش بتونه اسرارشو بهش بگه. معلوم میشه همه مطالبو برای همه افراد لازم نمیذیم، چون میگه این راز را الی بعض ازواجه، پیغمبر به بعضی خانماش حرف زد، یعنی حرفا سلسله مراتب داره، محرمانه 100% محرمانه عادی، همه حرفا رو لازم نیست بره همه حرف بزنه. لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، قرآن میگه بعضی حرفا رو مردم بفهمن ضرر داره به جامعه، نباید مردم بفهمن. حالا وزیر مربوطه بیاد بگه آقایون ببخشید گندم نداریم، تا 7 روز دیگه بیشتر تو سیلوها گندم نیست، چی همین الان دکون نونوا چاقوشی میشه، گندمی لازم نیست به مردم بگی، تهیه کن به سیلود پر کن، چرا به مردم میگی؟ آبروی افراد خطاکار رو حفظ کنید، نامشون نبرید. اینجا میگه که پیغمبر به بعضی خانماش یه حرفی زد گفت نگو، این خانمه رفت گفت، نمیگه او بعضیه کی بود،
ایشون میگن نمیگه و بعضی کی بود، یعنی اگر خواستید خلاف بکنید مثلا پیغمبر رو چیز میشست بالا منبر میشست میدید فلانی خلاف کرده، نمیگو آقا تو خلاف کردی، میگفت ما بال و اقوامن، چرا بعضی همچی میکنه، نمیگو او بعضی تو هستی. آبرو افرادتون. پیغمبر حرف رازی رو به خانمش گفت، گفت نگو، خانمه لو داد گفت، اما در این حال پیغمبر راز یعنی اسم و خانمو نبود. از این معلوم شد زنای پیغمبر معصوم نبودن. رهبر جامعه باید از مسائل خانوادگی خبر داره. یه خانم رازو گفت، فوری پیغمبر بهش گفت چرا رازو گفتی. خداوند از طریق غیب پیغمبرش رو آگاه میکنه. لغزش ها رو به خود طرف بگید. به پیغمبر وقتی رازش لو رفت گفت خانم، میگه به تو نگفتم این حرف رو نگو، یعنی خود خانم رو توبیخ کرد، به دیگران نگفت. خیلی مهمه. ای به طرف به خودش، مثل آینه. آینه وقتی اینجا سیاست به خودت میگه، پشت سرت نمیگه، تو رو خودت به خودت میگه اینجا سیاست، ولی شونه ای تو نیست، شونه میره عقب مو به مو میگه. ولی زو شعرم میگه دوست دارم که دوست عیب مرا همچو آینه پیش رو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. به خودش گفت. حالا تمام لغزش های خطاکار رو به رخش نکشید و عرض انبت. پیغمبر نگفت تو یه عیبه داری، اون عیبم داری، اون عیبم داری، اون عیبم داری. فعلا یه نکته ماسته، رازی را نباید بگه. گفته پیغمبر وقتی مچ گرفت گفت همینو چرا گفتی. حالا یه نمره 18 آوردیم، ببخشید یه نمره بعد آوردیم تو درس، بگیم آقا اونجام که کفشت پاره شد، اونجام که دوچرخت افتاد، اونجام که نمره دم این تو شد، یعنی یه چیزی رو میخواد ملامت کنید رجبار بش نبنده. حال خانم گوشت سوزونده، گوشت که سوزوندی، لباس هم که تنگ دوختی، در خوندن هم که قفل نکردی، حال هر چی عیبی خانم داره یا ایشاور داره، اگر بناس انتقاد کنیم همون یه نقطه رو بگیم، کم بگیم که اثر کنه، رجبار نبندید. ملامت میکنه یه چیزی قابل ملامته، حدیث داریم زیاد اگر ملامتش کنی این میبره، وقتی برید بدتر میشه، جوری ملامت نکن که قیچی بشه. پس به خودش بگود نه به دیگران، همو عیبو بگید نه باقی عیبا. این ماجرایی که در سوره تحریمه، حالا حرفای دیگه هم هست، جلسه بعد خواهید شنید انشالله، بعد از اربعین، شب جمعه بعد از اربعین باقشو میگم. خب خدا یا تو به حق محمد و آل محمد، توطئه ها علیه اسلام و مسلمین، خونسا توطئه‌گران را نابود بفرما. یک دعا میکنم، آمین بگید. خدایا به آبروی امام حسین و اصحابش، ایمان کامل، بدن سالم، عقل قوی، علم مفید، عمر با برکت، رزق حلال، اولاد صالح، نیت خالص، عزت دنیا و آخرت و حسن عاقبت، در پناه امام زمان به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.